مسی جان الان قلبمونو باز میکنیم و میپرسیم صحبت کن با ما، پر کن آتیشت را رو ما توی این پرستش. هر کسی داره الان میبینه، پر کن آتیشت را توی اتاقشون، تو قلبشون و با ته قلبمون سرود و پرستش برای شما میخونیم، به خاطر اینکه مسیح شما لایق پرستش هستی. توی سختی و توی شادی ما اسم تو رو بالا میاریم. آتش سمانی را تو بر من بریز،
آسمانی را تو بر ما بریز، بریز آتش آسمانی را تو بر ما. سخن بگو از عمق‌های وجود خود تو بر ما، وجود خود تو با ای خداوند آسمانی، شکرت میکنم ای پدر، شکرت میکنم برای اینکه ای خداوند امروز میتونیم ای خداوند در خانه هامون با تو ای پدر من، با تو همه با هم دیگه یک دل نام تو رو بپرستیم ای پدر من. الان میخوام در هر جایی که نشستین دستاتون ببریم بالا، در هر جایی که ایستادین، در خونتون، در کارتون، در هر جایی هستین، و میخوام چشاتون رو ببندین و تک تک این کلمات، این سرودی که میخوایم اعلام بکنیم و در قلب و دلتون بذارین بنشینه، بذارین لبریز کنه، بذارین روح القدس بیاد و قلبها و دلاتون رو پر سازه.
سزاوار تمام فکرم، سزاوار تمام قدرتم، سزاوار تمام دلم، سزاوار تمام جانم، سزاوار تمام فکرم، سزاوار تمام قدرتم. سزاوار تمام جانم، سزاوار تمام فکرم، سزاوار تمام قدرتم. عهد شکنی، بدقولی، بیوفایی در معنا در یک سطح قرار دارد. دلیل بحران ها همچون طلاق، جدایی، جنگ ها و چه بسا قتل و خودکشی در طول تاریخ بشریت نیز بوده و حس بی‌اعتمادی رو و بدبینی رو در افراد موجب شده. در اصل گویا ناپایداری در وعده های خود چاشنی بمبی هست برای تمام رفتار و اعمال بد و زشت. سلیمان در کتاب امثال در رابطه با یک ریلیشنشیپ سالم و خوب در باب 5 15 الی 16 این گونه اعلام میکنه: به زن خود وفادار باش، به زن خود وفادار باش، به همکارت وفادار باش، به بچت وفادار باش، به همسایت وفادار باش، در موقعیتی که هستی عهدی رو بستی وفادار باش، وفادار باش، آنچه را که گفتی در وفاداری بمان. هرچند اینجا سلیمان صحبت از زن داره میکنه یا همسر میکنه، اما بسیار مهم هستش برای اینکه ما بتونیم یک جایگاه خوبی رو داشته باشیم نسبت به زندگی خوب و سالم، وفاداری هست. پس میگه به زن خود وفادار باش و فقط او را دوست بدار. طمع نکن در موقعیت کارت، در شرایط درآمدت، در حتی در زمان رشد تحصیلاتیت، آنچرا که با خودت عهد بستی، با اون موقعیت عهد بستی رو بمان. زیاده خواه نباش، بی تفاوت نباش، بی توجه نباش. پس همه این امور رو داره به ما میگه که یادآور بشه در ذهن ما. فقط یک ریلیشنشیپ زن و شوهری نیستش. پس یک بار دیگه میخونم، میگه به زن خود وفادار باش، پس به آنچه که قول و وعده دادی همیشه وفادار باش و فقط او را دوست بدار. پس ماورای آنچه که عهد بستی رو ایجاد نکن در ذهن خودت، بلکه در عهدت بمان. نه زیاده خواه باش و نه بی توجه باش، تا به تو وفادار بماند. واکنش و انعکاس
و ثمره وفاداری وفاداری است. حتی خیلی موقع ما وفاداریم، مخاطبین ما وفادار نیستن. حالا وای به حال زمانی که ما اصلا وفادار نباشیم. یعنی تمام درها رو باز کردیم، پنجره ها رو هم باز کردیم، سقف برداشتیم که دیگه به ما بی‌وفایی بکنن. پس آنچه که داره سلیمان میگه یک اصلیه برای زندگی خوب، برای زندگی سالم، برای اینکه به پیروزی ها برسیم. تا به تو وفادار بماند و به دنبال مردهای دیگر نرود. خب این یک نگاهی هست، از یک پنجره داره نگاه میکنه سلیمان، موقعیت ریلیشنشیپ یک زن و مرد رو داره میگه. اما پنجره های دیگه هم هستش که شخصی که یک جایی استخدام میشه، که کلام خداوند هم نیز از ما میخواد که به اون وفادار باشیم. حتی کلام خداوند ما برای این میره، میگه به دولت هایی که انتخاب کردید رأی دادید و میبینید در شرایطی نیستن که ظلم و ستم بکنن، وفادار باشید به اونها. حتی به دولت وفادار باشیم، به همسایت وفادار باش، به دوستانت، به والدینت، به هر کسی رو، که حتی به خودت وفادار باش. چقدر به خودمون قول دادیم انجام ندادیم؟ من خیلی از این قولا دادم. از فردا ورزش میکنم، از فردا زبانم رو قوی تر میکنم، از فردا میخوام برم یه رشته ای رو بخوام. هنوز اون فردای نیومده، هنوز دنبال فردا هستیم. و اگر وفادار باشیم پیروزیه، موفقیت هستش و میتونیم تو اون جایگاه نیز قرار بگیریم. پس میگه به زن خود وفادار باش و فقط او را دوست بدار تا به تو وفادار بماند و به دنبال مردهای دیگر نرود. گاهی بیتوجهی و فراموشی دلیل عهد شکنی میشه و مانع وفاداری ما میشه. قدیم نه زمان ما جوونا، قدیم وقتی که میخواستن پدر بزرگای ما به یاد بیارن یه مطلبی رو، یه نخی رو به انگشتشون میبستن، به مچ دستشون میبستن، یا یه مطلبی رو مینوشتن تو جیبشون میذاشتن که حواسشون باشه یادشون نره قولی که دادن، چیزی که به طور خاص به همسرشون گفتن میخرن، یه دفعه نزدیک خونه نشن بگن ای وای نخریدیم دیگه، وای وای بعد دوباره برگرده. ولی امروز میبینیم خدای شکر موبایلی که تو دستمون هستش میتونیم این اطلاعات رو بهشون بدیم، حتی زنگ هم میزنه به یاد ما میاره. سلیمان برای اینکه فراموش نکنیم این گونه میگه، باز در کتاب امثال 3:4 میگه هرگز صداقت وفاداری را از خود دور مکن. یعنی با این خصلت و این ذات الهی که من و تو شکل خدا آفریده شدیم مبادا دور بشی، تصور اینم نکن که بی وفا باشی، تصور اینم نکن بی وفا شدن بازم تو بی وفا بشی، یعنی واکنش اونها هم نشو. هرگز صداقت و وفاداری رو دور مکن، آنها را به گردنت ببند. یعنی بتونی ببینی چیزی که حسش میکنی، بعد هر دفعه نگاهش کنی، ای وای من چنین قولی رو دادم، من چنین وعده‌ای رو دادم، و بر قلبت بنویس، یعنی بر فکرت مدام تکرارش کن، اعلام کن. حتی میری در حضور خدا اعلام کن من این قول رو دادم، میخوام سر این قولم بمونم. بر قلبت بنویس و اگر چنین کنی خدا و مردم رو از تو راضی خواهند بود. هر دو، هم رضایت خدا رو داری میبینه فرزندشو، هم مردم از تو نسبت به وعده ها لذت میبرن و خود دوست دارن اونها نیز تو اون جایگاه قرار بگیرن. در چند هفته گذشته مطابق کلام خدا پرداختیم به سه مهم که خوب نیست انسان برای رسیدن به اهدافش در افکارش تنها باشد، برای اثبات تصمیماتش در مشورت تنها باشد، برای کامل نمودن مسئولیتهاش در همت و تواناییش تنها باشد، و بهترین حامی و پشتیبان و هدایت کننده را همانا مطابق کلام خدا خود خدا دانستیم که ما را حمایت میکنه تا مبادا در اون تنهایی دلیل شکست زندگیم باشه. اینک نسبت به قولها و وعده ها نمان که هر کس نمیتواند فقط با قول و وعده به آنچه که گفته عمل کند میخواییم بپرد، که لازم داریم ما نیز در زمان وعده ها خدا رو به یاد بیاریم.
خدا ناظر وعده های ما باشه، خدا ناظر قول های ما باشه نسبت به هر موقعیت، تا اونیز دست ما رو بگیره. آیا شده قول و وعده ای بدید که رفتید پشیمون شدید؟ قول رو دادی پشیمون شدید. من از این کارا کردم، قول دادم پشیمون شدم، نتونستم انجام بدم. ولی چقدر خوبه که حتی به کسی میخوایم قول بدیم، به خدا میخوایم قول بدیم، به دیگران میخوایم قول بدیم، لحظه ای فکر کنیم، به نتیجه نمیرسیم دعا کنیم. در مزمور 18:30-32 اعلام میکنه که راه خدا کامل و وعده خداوند قابل اطمینان هستش. پس میتونیم بر اون تکیه کنیم، میتونیم از اون کمک بگیریم نسبت به قول و وعده هامون. او حافظ کسانی هست که به او پناه میآورند، از او دست یاری میخوان. که خداوند قولی رو دادیم، وعده‌ای رو دادیم، نمیدونیم میتونیم به کمال برسونیم یا نه، ما از تو کمک میخوایم. خداوند تنها خداست که البته چون من از انجیل کتاب مقدس مژده برای عصر جدید میخونم این رو میگه، اما در قدیمی اعلام میکنه یهوه تنها خداست، یهوه تنها خدا هست. پس بهتر است که خدامون رو بشناسیم، هوشیار باشیم از خدایی که میخواییم کمک بگیریم اون کدوم خداست. خدای حقیقیه یا خدای پدر و مادر منه که شنیدن، یا خدای اجداد من، یا خدا یک مذهب هست، یک باور هست. هرچند خدا مثل ما نگاه نمی کنه، خدا ما رو محبت میکنه. در غیر این صورت تمام مذاهبی که توی دنیا هستن و همه درست نیستن، نمیتونن همه درست باشن، یعنی نمیتونه همه راه‌ها راه‌های درست باشه، حقیقت فقط یکی هستش. پس اونها باید منصرف میشدن از اون باورشون، اما چون خداوند همون باورمندان رو که درست هم نیستن خدا محبتشون کرده، تو همون جایگاه البته ایستادن، ولی خدا تعقیب میکنه تا حقیقت بر اونها آشکار بشه. اما ما میدانیم که حقیقتا یهوه خدای حقیقی هست. پس ادامه میده، اعلام میکنه که خدا تنها تکیه گاه ماست، خداست که مرا قدرت بخشیده و راه مرا امن ساخته است نسبت به قولهایی که میخوام بدم، نسبت به وعدههایی که دارم. بنابراین خدا میتواند ما را یاری کند حتی در وعده هامون، چون خدا ذاتش وفادار است و از بیوفایی خوشش نمیاد. باز در کتاب امثال 35 میخونیم که اعلام میکنه خدا به وعده خود وفا میکند، او مانند سپر از کسانی که به او توکل میکنن در زمان قول دادن، در زمان وعده دادن حمایت خواهد کرد، اونها رو تنها نمیذاره. و به خوبی میدونیم که بزرگترین قول و وعده خداوند در عهد عتیق 39 کتابی که در عهد عتیق هستش این بود که 300 بار اعلام میشه که خدا بر روی زمین خواهد آمد. میگه از این به بعد به انبیا نمیسپاره، بر روی زمین میاد، بهر گناهان بشریت مطابق اشعیا 53 حتی جانشو میده تا این دیوار گناه بین انسان و خدا ریخته بشه و هر کس که بر او ایمان میآورد حیات داشته باشه و هرگز هلاک نشه. و 2000 سال پیش این اتفاق نیکو نیز پیش آمد و از ما میخواد عیسی مسیح که مبادا اون رو فراموش کنه. و امروز که مصادف هست با روزی که میخواییم نزدیک سفره خداوند بشیم، میخواییم به یاد بیاریم خداوند مطابق وعده خودش ایستاد، ولی من و شما هم وعده دادیم در زمانی که تعمید گرفتیم، در زمانی که دعای نجات رو برامون خوندن، در زمانی که گفتیم خدایا حقیقت تو چیه، من حقیقت تو رو میخوام، و خداوند مطابق فیضش حقیقت خودش رو بر ما آشکار کرد. گاهی انسان برای بیوفایی و عهد شکنی های خود به دنبال بهانه ها هستش، اما هیچ دلیلی نمیتونه بیوفایی ما رو توجیه کنه. حتی بیوفایی دیگران بر ما اگر باشه، ما اون رو نمیتونیم دلیلی بر بیوفایی خودمون بدونیم. دیگران میتونن بیوفایی کنن، ما نمیتونیم. ما که مسیح ایمان آوردیم هرگز نمیتوانیم بیوفایی کنیم، چرا که طبیعت گذشتمون رو از دست دادیم. اینک چه طبیعتی ما داریم؟ طبیعت خود مسیح رو داریم. و مطابق رومیان 3:3-4 که پولس رسول اشاره میکنه که حتی اگر ما نسبت به ایمانمون بی وفا باشیم، مسیح نسبت به ما وفادار خواهد بود.
و اون نمیتونه به هیچ وجه نسبت ما بی‌وفا باشه. و در دوم تیموتائوس 2:13 اعلام میکنه ولی اگر ما بی‌وفایی کنیم او وفادار خواهد ماند، زیرا او نمیتواند خود را انکار کند. همونطور که خدا نمیتونه گناه کنه، خدا نمیتونه. ما در بکران گذشته باور استایم گفتم خدا قادر و تواناست، ولی در کلام خدا میگه خدا قادر و توانا در نیکویی هاست، نه در بدی ها، نه در غضب. نه اینکه اگر انسان بدی کرد خدا با اون بدی کنه، هرگز. چون خدای ما خدای نیکویه، بدی انسان اون رو بسه برای تشکیلات جهنمی که خودش داره باعث شده، سبب شده. پس خدای ما هرگز زیر قول خودش نخواهد زد، و وقتی به او میسپاریم او وفادار خواهد بود. ما با دلایلی، با توجیهات میتونیم پشت باب وعده هامون بزنیم، قولهای خودمون بزنیم، اما اگر لحظه خودمون رو به خدا بسپاریم و از او بخواییم، او به ما کمک خواهد کرد، او دست یاری به ما خواهد داد. چون اون انسان نیست که با فریب توجیه کنه آن قولهایی که داده، اون وعده هایی رو که داده. شخصی که با همسرش مدت ها بود جدا شده بود، میبینه حسابی خسته شد، تنهایی نمیتونه زندگی کنه، میگه بذار یه زنگ بزنم، به هر حال شاید زنم راضی کنم بیاد خونه. تماس میگیره، شروع میکنه با همسرش صحبت کردن، میگه آره من اشتباه کردم، حالا این اشتباه من که نباید باعث طلاق ما بشه، بلند شو بیا. اونم میگه نه تو بارها از این اشتباهات کردی. بالاخره اینا به جایی میرسن که به یه بحثی میرسن و زن رو میکنه به مرد، میگه ببین اگر میخوای من بیام باید این کارو بکنی، برو تو آشپزخونه. اینم میره تو آشپزخونه و میگه برو یه لیوان بردار. اینم میره یه لیوان برمی‌داره، میگه محکم بزن رو زمین. اینم لیوانو محکم میزنه رو زمین، میگه اگر توانستی تیکه تیکه این لیوان رو یکیش کنی، اون موقع من بلند میشم میام. میخنده، میگه چرا میخندی؟ میگه آخه این لیوانه که شکسته نبود، این مسی بود که من زدم رو زمین. اونم میگه دستتو بلند میشه میاد. اگر ما به دنبال بهانه ها باشیم، اون طرف هم بهانه ها هستش که بخواد توجیه کنه، اما ذات خودمون رو و طبیعت خودمون رو میباید با طبیعت خود مسیح مچ کنیم تا به درستی آنچه که میتوانیم انجام بدیم. امروز هم میخواییم نزدیک سفره خداوند بشیم که اعلام کنیم خداوند تو 2000 سال پیش مطابق وعده خودت ایستادی، من دوباره میخوام این وعده رو تازه کنم. شاید تا الان خیلی قولها رو شکوندم، شاید تا الان خیلی بیوفایی کردم به خودم، به خانوادم، به همسایم، به همکارم، به سابکارم، خیلی بیوفایی کردم. خدایا میخوام بپذیرم اشتباه کردم، گناه کردم، اما میخوام به ریتم تعلیم و قوت تو از این به بعد آماده باشم در وفاداری. آمین. حاضر هستیم؟ من خودم نیاز دارم. از دور جان میخوام که لطف کنه قسمتی از کلام خداوند رو بخونیم. بریم با هم دیگه انجیل یوحنا باب 10 رو داشته باشیم. در انجیل یوحنا باب 10 عیسی مسیح یک هوشیاری داره میده به شاگردانش، اما در باب 9 میبینیم که روبرو شده با افراد مذهبی، با فریسیان مذهبی. برای همین ما اعلام میکنیم عیسی مسیح لا مذهب بود. ما هم لا مذهب هستیم، با مذهب کاری نداریم، با رابطه کار داریم، رابطه چهارگانه. یه نفر بلند بگه آمین. اول و دوم هم نداره. این رابطه باید در مسیر عدالت، محبت، رحمت، حکمت باشه تا بتونیم از طبیعت خدا کمک گرفته باشیم. پس ما توی دایره مذهب نیستیم. شاید مسیحیت قسمتی از تاریخ رو مذهبیش کردن به خاطر عدم آگاهی، و شاید الان مردمی هستن که مسیحیان مذهبی هستن، اما این روال کلام خدا نبوده هرگز. خداوند از ما خواسته که ما بتوانیم آزادانه او رو انتخاب کنیم، با تحقیقات و با خدا رابطه عاشقانه داشته باشیم، از عشق و عدالت و رحمت و حکمت او پر بشیم، اون رو به دیگران انتقال بدیم. اول باید به خودم انتقال بدم تا من آزاد نشم.
هرگز نمیتونم دیگران را آزاد کنم. بله لطفاً بفرمایید. آمین آمین به شما میگویم، هر که از درب آغل گوسفند داخل نشود بلکه از راه دیگر بالا رود. میخواید عذر میخوام چراغای بسط رو روشن کنید؟ مرسی. سپاس. میخواید دوباره از اول بخونید؟ اینو بدونیم اگه هر کجا ما میبینیم وقتی صحبتی از این میشه که میبینیم در کلام خداوند اشاره به گوسفند میکنه، هرگز بی احترامی نیستش. هرگز کلام خدا قصد این رو نداره که انسان رو بیاره پایین. اتفاقا ما در کلام خدا فرزند خدا هستیم. بقیه شما بگید. شاهزاده هستیم دیگه. سفیران هستیم دیگه. نور و نمک هستیم. کاهنین هستیم. همکار خدا هستیم. پادشاهان هستیم. پس این یک مثال تشبیهه، اونم به خاطر اینکه ماهیت شبان رو معرفی کنه که در مزمور 23 نیز بهش اشاره میکنم، چون در کتاب حزقیال 43 اگر اشتباه نکنم، که خدا رو شبان میدونه، دلسوزه، ما رو دوست داره، نمیخواد برای ما هیچ اتفاق بدی بیفته. پس اینجا هرگز قصد بی احترامی نیست. بله آمین آمین به شما میگویم، هر که از در به آغل گوسفند داخل نشود بلکه از راه دیگر بالا رود او دزد و راهزن است. و اما آنکه از داره اشاره میکنه به انبیای دروغی، به معلمین کاذب، حالا بگیم مذهبی، که الان بیشمار شدن. خیلی باید هوشیار باشیم. ما میدونیم حقیقتا ایرانی ها خدا دوست هستن. آمین. اما متاسفانه همه خدا شناس نیستن. خدا دوستی ما رو میبره تا مرز داوری، تا در اتوبان مذهب، اما خداشناسی دلیلی خواهد شد تا ما نجات پیدا کنیم. و مسیح گفت من آمدم تا خدا را به شما بشناسونم، معرفی کنم، اونم نه تنها گفتار بلکه به توسط روح القدس، همون روحی که انسان از دست داد در باغ عدن. به قوت روح القدس ما درک درستی از شناخت خدا داشته باشیم. و اینک مسیح داره این رو میگه به شاگردانش که با درک درست من شما میتونید نجات پیدا کنید. درک درست خدا هرچند با فیض شامل ما میشه. پس هوشیار باشیم. حلقه عرفان و عذر میخوام، توهین نمیخوام بکنم، مربب و مستطیل و امام زمان کشف شده و و و این روزا خیلی میشنویم، خیلی میشنویم. اینها همه به عنوان انبیای دروغین و معلمین کاذب هستن که مردم رو فریب بدن. و از اون چرا؟ چون ایرانی ها خدا دوست هستن. عذر میخوام، ایرانی ها خرافاتی هم هستن. برای همین وقتی توی مشکلات و سختی ها قرار میگیرن، به جای اینکه بیان تحقیق کنن حقیقت چیه، میدن دنبال فال فالگیری، میگن درست هم میگه، باورتون راست هم میگه، درست میگه، تو شیطون هم میدونه خیلی چیزا رو. من خودم قبل از ایمانم پیش چندین فالگیر و سرکتاب باز کن رفتم، درست بوده، اما زندگیم بعدن از بین رفته، داغون شده، آتیش گرفته. چون شیطان هم میدونه دیگه، شیطان بی قدرت که نیستش که، روحای شریر میدونن خیلی چیزا رو، مثل خدا نیستن. هاشا، هرگز روی من و شما به عنوان ایمانداران تسلط ندارن، هرگز. اما تا مرزی هست که ایرانی ها رو فریب بدن و داره فریب میدن، داریم میبینیم. خیلی هوشیار باشید. توی پرانتز میخوام اینو بهتون بگم، به عنوان ایمانداران مسیح، تا مادامی که مسیحی ها مطابق متی 28:19 خبر خوش نجات رو به ایرانی های دیگه نمیدن، شیطان خبرهای کاذب رو میده. پیامبران دروغین تا دلت بخواد میان، معلمین کاذب میان، خیلی قشنگ صحبت میکنن، کلام خدا میگه حتی امکان داره معجزه کنن، معجزه هم میکنن. در یک روستای یک شخص اومد گفت من پیامبر هستم، گفت من خدا هستم. بعد همه گفتن چی داری میگی من خدا هستم؟ گفت من خدا هستم. گفت ببین پارسال یه نفر اومد گفت من پیامبر هستم، گرفتیم کشتیمش. گفت خوب کاری کردی، چون من اونو نفرستاده بودم. اینهایی که به عنوان پیامبران کاذب و معلمین دروغین میان و کاذب میان، خوب شیطان میدونه اونها رو بهشون چه اقتداری رو بده که مردم رو فریب بدن. پس تعجب نکنید اگر انبیایی هستن دروغین روی کره زمین که طرفدارای بسیاری دارن.
چون شیطان کار خودش رو خوب بلده، من و شما کار خودمون رو بلد نیستیم که خبر خوش نجات رو با عشق و محبت به مردم جهان برسونیم، مبادا مردم هلاک بشن. بله. و اما آن که از در داخل شود شبان گوسفندان است. کسی که از در، کدوم در؟ از در فکرم، در احساسم، در سخنم، در اعمالم. آیا اجازه دادیم که مسیح تمام افکار و دل و احساسات و زندگی ما رو به توسط روح القدس بگیره؟ آیا سخنان ما همچون سخنان مسیح هست که پر از عشق و محبت باشه؟ آیا سخنان ما درش اقتدار هستش که اونجایی که اشتباه هست صفت بیستیم بگیم این اشتباهه، نه خشم، نه عصبانیت، نه تلخی، بلکه نفوذ داشته باشیم روی افراد؟ آیا اون اقتدار و اتوریتی در ما هستش که نام او رو جلال بدیم؟ آیا اون صبر و آرامش در ما هست؟ آیا مطابق غلاطیان 5:22 که 9 ستون اصلی یک کاراکتر سالم، شخصیت سالم رو داره معرفی میکنه و روانشناسان امروز دارن اون رو اعلام میکنن که یکیش وفاداریه، در من هست یا نیست؟ اگر در من هست، پس من توانستم مسیح رو در خودم داشته باشم، مسیح در من کار خواهد کرد. در غیر این صورت نه، میشنویم همون شو رفت به کارش، آخونده روزه گفت، کشیشم یه موعظه کرد، ما هم کار خودمونو میکنیم، هیچ کاری نداریم، هیچ تأثیری نمیذاره. بله. دربان به جهت او میگشاید و گوسفندان آواز او را میشنوند و گوسفندان خود را نام به نام میخواند و ایشان را بیرون میبرد و وقتی که گوسفندان خود را بیرون برد پیش روی ایشان میخرامد و گوسفندان از عقب او میروند زیرا که آواز او را میشناسند. پس صحبت از یه شناخته، میگه مسیح ما رو میشناسه، با ماهیت من میاد. مسیح میدونه که از نظر خوی و مرام و شخصیت من چقدر با برادر خودم فرق میکنم. نوع برخورد مسیح با برادر من و با من متفاوت هستش. مسیح میدونه که در کجا چه شبانی چه عطایایی باشه که اونجا میتونه کارایی داشته باشه. مسیح خوب میدونه چی کار میکنه. ما چی؟ مسیح رو میشناسیم؟ آیا هر روزه با اون وقت میذاریم؟ آیا من که ایمان دارم باید شکل خدا بشم؟ کامل بشم؟ با اون چقدر وقت میذارم؟ آیا فقط اکتفا به کلیسای مسیح کردم؟ برم کلیسا؟ آیا اکتفا کردم به اینکه فقط یک کلام، یک قسمت کلام رو بخونم؟ آیا اجازه دادم که در من تأثیرات ریشه‌ای نیز باشه؟ بله. لکن غریب را متابعت نمی کنند بلکه از او می گریزند زیرا که آواز غریبان را نمی شناسند. پس به خوبی متوجه خواهند شد که به هیچ وجه هر کسی که اعلام کرد من از طرف خدا هستم، هر کسی که او بعد معجزه ای کرد، در قلبشون قرار نمیگیره. یک باره نمیگن عیسی مسیح اومد حالا به این شکل و قیافه اومد. یا اونهایی که هنوز مذهبی فکر میکنن افراد رو به عنوان امام زمان که در پاکستان هستش، در ایران هم جدیدن اعلام کردن، اسم نمیخوام ببرم بزرگش کنم. دعا میکنیم که خداوند قلبش رو لمس کنه و توبه کنه. هرچند امام زمان یک افسانه بیش نیست، چون پدر مادر به اصطلاح امام زمان اصلا نازا بودن، این یک دروغه. ولی عجیبه، شیطان میخواد به خدا ثابت کنه که من با دروغها فرزندان تو رو به سمت خودم میکشم. عجیبه که ما به دنبال حقیقت خدا نمیریم. با دروغ انسان فریب میخوره اما به دنبال حقیقت نیست، چرا که به دنبال اون نرفته. بله. و این مثل را برای عیسی برای ایشان آورد، اما ایشان نفهمیدند که چه چیز به دیشان میگوید. آنگاه عیسی به دیشان باز گفت: آمین آمین به شما میگویم که من در گوسفندان هستم. آمین. جمعی کسانی که پیش از من آمدند دزد و راهزن هستند. لکن چون با احساسات فقط اومدن. شما ایرانی ها و به طور خاص اصلا کشورهای اسلامی خیلی احساساتی هستن. یعنی خیلی مایل هستن که یه کشیش بیاد معجزه کنه، مرده زنده کنه، مریض شفا بده، تا اینکه بیاد مطالبش واقعا مطالبی باشه که طبیعت اون شخص رو عوض کنه، تولد تازه بده، آگاهی بده.
بیشتر دنبال این چیزا هستم. من که هر روزه تلفن‌های بیشماری از ایران دارم متوجه هستم که به من نمیگن بعد از اون میشه به من تسلیس رو تعریف کنی؟ بعد از اون چرا خدا انسان را آفرید؟ بعد از اون میشه دعا کنی الان من شفا بگیرم؟ بعد از اون اگه این مشکل من حل بشه من به مسیح ایمان میآورم؟ لذا کلام خدا نمیگه این رو که بیایید تا شفا بگیرید برای شما اون حقیقت باز بشه. میگه حقیقت را بطلبید که حقیقت شما را آزاد میکنه. اما اکثر کشورهای مذهبی از جمله ایران به دنبال این هستن که کارهای عجیب ببینن، هرچند خداوند عیسی مسیح این کارو میکنه. همونطور که خداوند با فیضش دختر منو شفا داد تا من متمرکز این حقیقت بشم. اون خوب ما رو میشناسه. اما فقط به این نباید بسنده کنیم، بلکه میباید هر روز مسیح و خدای خودمون رو بشناسیم. بله. لکن گوسفندان سخن ایشان را نشنیدند. من در هستم، هر که از من داخل گردد نجات یابد و بیرون و درون خرامد و علوفه یابد. آمین. دزد نمی آید مگر آن که بدزدد و بکشد و هلاک کند. من آمدم تا ایشان حیات یابند و آن را زیادتر حاصل کنند. آمین. من شبان نیکو هستم. شبان نیکو جان خود را در راه گوسفندان می نهد. آمین. اما مزدوری که شبان نیست و گوسفندان از آن او نمی باشند، چون بیند که گرگ می آید گوسفندان را گذاشته فرار می کند و گرگ گوسفندان را می گیرد و پراکنده می سازد. مزدور می گریزد چون که مزدور است و به فکر گوسفندان نیست. من شبان نیکو هستم. آمین. و خواستان خود را می شناسم. شماها را می شناسه، پیروانش را می شناسه. بله. و خواستان من مرا می شناسند. آمین. چنان که پدر مرا می شناسد و من پدر را می شناسم. پس موضوع شناختن خیلی مهم هست. موضوع دوست داشتن فقط نیستش، اول شناختنه. ولی شیطان توی زمین کاری کرده اول ما بگیم خدا دوستیم. خیر، اول خداشناسیه، بعد عشق به وجود میاد. کدوم دختر و پسری هستن که بدون اینکه همدیگه رو بشناسن به هم علاقه من بشن؟ حتی شده نسبت به چهره هم اول همدیگه چهره همدیگه رو میبینن و کم کم قدم به قدم میرن جلو. هر چقدر بیشتر همدیگه رو میشناسن بیشتر عاشق هم میشن. و خدا میخواد رابطه انسان و خدا همین گونه باشه، ما بیشتر خدا رو بشناسیم. و در این مسیر نیز ما نجات رو خواهیم داشت و ما میتونیم به اون هدف اصلی بزنیم. بله. و جان خود را در راه گوسفندان مینهم و مرا گوسفندان دیگر هست که از این آغل نیستند، باید آنها را نیز بیاورم. سپاسگزارم، ممنون میشم. مرسی. میتونیم برای کلام خداوند دست بزنیم. گر توکل کرده ای در نام عیسی غم مخور. اگر به مسیح ایمان آوردی، قلب تو مسیح دادی، این رو بدون هیچ دلیلی نداره که امروز در درد و رنج باشی، حتی تو بدترین شرایط مانند این شرایط کرونا که اعلام میکنن. گر توکل کرده ای در نام عیسی غم مخور، پرده ها از دیدگانت میگشاید. غم مخور، معماها باز میشه. مشکلات زندگی، چه معمایی که توی زندگیت هست و چه معمایی روحانی، بر قیامش ذره ای دل شک مکن. او بود نیکو شبان ساربانت، غم مخور. همونگونه کلام خداوند میگه نیکویی او ما رو در بر خواهد گرفت. در وفاداری عظیم و رحمتش چون بی زوال، در وفاداری عظیم و رحمتش چون بی زوال، چشمه فیضش شود جاری به سویت، غم مخور. هیچ نگران نباش، مطمئن باش که خداوند میخواد تو رو برکت بده، خداوند میخواد تو رو دستگیری کنه نسبت به هر نیازی. در ابتدا طبیعت او رو بگیریم. اینک میخواییم نزدیک صفحه خداوند بشیم. آماده هستیم؟ لحظه بیستیم لطفا. عزیزانی که با ما هستن روی فیسبوک، روی شبکه امید جاودان، روی یوتیوب کشی رسول ایدری و همچنین روی اینستاگرام، تشویقتون میکنم آب انگوری و یا اگر شرابی رو دارید که براش دعا کردید قبلا، یا دعا کنید لطفا و تکنانی رو داشته باشید. تشویق میکنم برای اول هر ماه لطفا شراب دعا کرده شده یا آب انگور و یا نانی رو داشته باشیم. هرچند ما کاری رو به ظاهر به عنوان سمبولیک انجام میدیم، اما قلبا ایمان داریم که خون مسیح رو به خاطر ما این خون ریخته شد، کفاره گناهان ما شد، بدن او پاره پاره شد به خاطر که ما آزادی رو داشته باشیم، امنیت و حقیقت برای ما مکشوف بشه و ابدیت رو داشته باشیم، که نان اشاره به اون بدن هست
و نیز شراب و یا آب انگور اشاره به خون مسیح هستش. اما قبل از این که به این سفره نزدیک بشیم، میخوام لحظه با آنچه که پولس رسول اعلام میکنه روی تفکرات و ذهنیت خودمون جایگزین قرار بدیم. لطفا اول قرنتیان باب 11 رو بخونید زهره جان، سپاسگزار میشم. اول قرنتیان 11 23 الی 26. هر نوع کینه ای رو، هر آنچه که فریدون جان لطفا این آب انگور رو بیاید چون تلخی رو از وجودت بشه، هر نوع شک رو تسلیم خداوند کن. شکهای ما دلیل سوالات درستی خواهند بود. سوال کنید، تا زمانی که سوال نکنید این دیوار شک نمیریزه. کتاب مقدس ما رو تشویق میکنه همه چیز رو تحقیق کنیم، همه چیز رو. پس ما مذهبی فکر نمی کنیم. هر سوالی دارید برای اینکه ایمانت قوی بشه، اون سوال رو از معلمت، از شبانت بکن تا آزاد بشید از اون شکت. بله بفرمایید. زیرا من از خداوند یافتم آنچه به شما نیز سپردم، که عیسی خداوند در شبی که او را تسلیم کردند، نان را گرفت و شکر نموده پاره کرد و گفت: بگیرید بخورید، این از بدن من که برای شما پاره می شود. آمین. این را به یادگاری من به جا آرید. آمین. و همچنین پیاله را نیز بعد از شام و گفت: این پیاله عهد جدید است در خون من، هرگاه این را بنوشید به یادگاری من بکنید، زیرا هرگاه این نان را بخورید و این پیاله را بنوشید، موت خداوند را ظاهر می نمایید تا هنگامی که باز آید. پس هر که به طور ناشایسته نان را بخورد و پیاله خداوند را بنوشد، مجرم بدن و خون خداوند خواهد بود. اما هر شخص خود را امتحان کند و بدین طرز از آن نان بخورد و از آن پیاله بنوشد، زیرا هر که می‌خورد و می‌نوشد فتفای خود را می‌خورد و می‌نوشد، اگر بدن خداوند را تمیز نمی‌کند. از این سبب بسیاری از شما ضعیف و مریضند و بسیاری خوابیدند. ممنون. از برادر عزیزم محمود جان که امروز مهمان ما هستن، خواهش می‌کنم لحظه با ما باشید. خوش آمد میگم برادر محمود عزیزم، همسرشون از جان، خیلی خوش آمدید. پدر و مادر سروش عزیزم هستم، به افتخارشون لطفا. خوشحال هستیم که با ما هستید. مازیا جان لطفا شما این قسمت، سپاسگزار از اینکه با ما هستید. لطف کنید، نه راحت باشید، نه دیگه اینجا راحت باشید. میخواستم لطف کنید برای پیاله شما دعا کنید، نه میکروفون. بفهم مازیا عزیزم شما بعدم برای یک نان دعا کنید. خدا شکر، شکر برای فرزندان، شکر برای خانواده خداوند. آمین. و شکر برای این مکانی که خداوند برای ما مهیا کرده تا دور هم جمع باشیم. آمین. شکر برای خون خداوند، جسم خداوند. آمین. و صلیبی که خداوند روی اون خودش رو برای تک تک ما قربانی کرد. هللویاش. ما خواست تا این مراسم رو به طور یادگار آمین. انجام بدیم. بله پدر جان. هر زمان که این رو انجام میدیم از ما خواست تا برای ما یادآوری بشه تا اون برای ما خودش رو قربانی کرد. بله پدر جان. و گفت هر که از این خون و از این بدن بخوره با من خواهد بود. هللویاش. شکر پدر جان. شکر. آمین. آمین. اینو به یاد بود از خداوند انجام میدیم در نام و امیدوار هستیم، ایمان داریم که برای ما شفا، قوت و قدرت به همراه داره. آمین. 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 در نام عیسی مسیح. آمین. از مازیار جان میخوام لطفا برای نان دعا کنم. آمین. هللویا. شکر خدای خداوند، تو رو شکرت میکنیم برای امروز. خدای شکرت میکنیم برای نان تو ای خداوند. مرسی که آمین. جسد تو ای خداوند برای گناهان ما ای خداوند تکه شد. خدای شکرت میکنیم برای امروز که عهدی دوباره با نام تو میبندیم و ای خداوند یک بار دیگه میخوایم که تولد جدید داشته باشیم. خدایا با مسح خودت، با روح القدس خودت ای خداوند ما رو یک مسح جدیدی بکنه ای خداوند. خواهش. و هر کسی با
هر نیتی اومده خداوند با مسح تو و با دست پر خداوند به خونش برگرده. آمین. در نام عیسی مسیح خدا شکرت میکنیم که یک بار دیگه این مراسم رو تونستیم به جا بیاریم در کلیسای تو خداوند. شکر. برکت و فیض تو همواره با کلیسای ما باشه، با اعضا، با خادمین باشه ای خداوند. و یک بار دیگه خواهش میکنیم که ای خداوند کشورمون ایران رو آزاد کنی. در نام عیسی، در نام عیسی مسیح زنده میطلبم. آمین. 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 از دستان خداوند دریافت کنید. سپاسگزار میشم اگر شما بگید. بله. تو را می پرستم با تمامی قلب، با تمامی فکر و جانم. آمین. تو را می پرستم با تمامی قلب، با تمامی فکر و جانم. چون تو خدا سرور و مالکم هستی، پرستش ها ستایش ها چون قربانی